bu hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. اما هیدر ناراحت نباش، دکتر گفت خوب میشه. جان نبینم بشه آلوم نبگیرم. پس چجوری اون همه وقت که ندیدیش راحت بودی ها؟ حالا انگار هر روز میدیدیش. خوب میشه. به همین راحتی که نیست دخترم. وقتی به این فکر کردم که اگه بمیره منو تنها میذاره و میره، تا نبینمش آروم نمیشم. من که اصلا نمیفهممت. چی رو؟ زنمو انگوری با کس دیگه ازدواج کرده بود، تو چرا منتظرش موندی؟ اون موقع ها ازدواج اینطوری بود، اگه مادرت میخواست باید ازدواج میکردی، بابات میخواست باید ازدواج میکردی، اگه زمانه ازدواج رسیده بازم باید ازدواج کنی. بالاخره هر کسی با یکی ازدواج میکرد، ولی عاشقی فرق داره. چجوریه؟ اون شبیه هیچی نیست، نه پدر میشناسه و نه مادر، یه مهمون ناخونده است، مثل عدسه. اصلا معلوم نمیشه که یه کجا قرار بیاد. مثل یه سنگ میشینه رو سینه‌ت، نمیشه نفس کشید. دستت میشه، پات میشه، دیگه هیچی مال خودت نیست. چی بگم؟ مثل یه دمل میمونه که تو کمرت زده، دستت هم بهش نمیرسه و همونجا دردناک میمونه. ولی یکی زن میگیره، اون یکی هم شوهر میکنه. به نظرم در حق همسرشون بی‌انصافی نیست. دخترم عاشق شدیم ولی انسانیت رو کنار نذاشتیم. انسانیت جای خودش، عشقم جای خودش. اسم این عشقه. با آدم یاد میده که یه گوشه بشینه و حرفی نزنه. اصلا نمیفهمم.
برای من که عجیبه. عجیب توی فرفری؟ عجیبه. کسی که درد عشق نکشیده معلومه این حرف رو نمیفهمه. ای برای انگوری سنجت خریدم. سنجت خیلی دوست داره میدونستی. زن عجیبیه. اسمش انگوریه ولی انگور دوست داره. سنجت دوست داره. اینو بهش میدی؟ باشه. اگه خواب بود بیدارش نکن. میگن اگر بخوابه خوب میشه. باشه همو هیدر. ببخشید اینجا ها یه پیتزایی جدید باز شده، من پیداش نکردم. شما میدونید کجاست؟ اینجاست. اینجا؟ آره دخترم همینجاست. ممنونم، متشکر. آقا نجات، تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی معذرت میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام. باز عذرخواهی شروع شد داره؟ آخه شکست، خیلی معذرت. ولش کن، شکست که شکست، عذرخواهی نکن. آخه تو با موهات یه کاری کردی؟ تغییرش دادم، بد شد؟ تغییرش بده. به نظرم خودتو با این چیزا سرگرم کن، ویالونو ول کن. تو چجوری اومدی داخل؟ اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم با شما حرف بزنم. خیلی کار دارم. اینجا قراره پیتزا فروشی بشه؟ اگه اجازه بدی آره. تنهایی باید اینجا رو آماده کنی؟ آره. مثل این که بلد نیستی. مثل اینکه میخواستم با هاتون صحبت کنم. آقا نژاد، میگم میخواستم با هاتون حرف بزنم. چی میخوای؟ چی؟ میخواستم بگم میتونید به من درس بدید؟ ویولون برای بورسیه دارم میخونم. نمیتونم. چرا؟ صبح بهت گفتم بیشتر از همینایی که بلدی نمیتونی بزنی. آخه هنوز زدنمو ندیدین که. قیافت داد میزنه خیلی آماتوری. خب چی میشه یه ساعت وقتتون رو به من بدین؟ فقط یه ساعت، بعدش نظرتون رو بگی. من تو استانبول کلاس ویولون میرفتم ولی وقتی وضعیت خونمون به هم ریخت نصف کاره موند. ببینید لطفاً، این تو زندگی من خیلی مهمه. تو چرا نمیفهمی من چی میگم دختر؟ ببین تنها دغدغه من باز کردن این مغازه است. برای کار دیگه نمیتونم وقت بذارم. باشه خب، منم میام اینجا برای شما گارسونی میکنم. لطفاً تنها امید من فقط شمایید. دیگه دارم عصبانی میشم. تو چند بار منو دیدی؟ چطوری تنها امید تو شدم؟ شما مرد بزرگی هستی. بازم دارم عصبانی میشم. از کجا میدونی من آدم بزرگیم؟ مگه چند دقیقه پیش نگفتی نمیتونی کار کنی؟ اون یه چیز دیگه از این یه چیز یعنی دیگه. یعنی نواختن از تعمیرات مهمتره؟ پس این لوهای افتخار چیه؟ ای خدا، این جایزه رو بگیر برای خودت. فکر کن خودت گرفتی. باشه خب، حالا برو. آخه
برو خانم برو، خیلی کار دارم، برو. آقا نجات ببین توی یه روز چقدر جایزه گرفتی؟ خیلی خوش شانسی، برو زود باش کار دارم، برو. خدایا وای موها چقدر قشنگ شده، کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم. چی؟ چون ناراحت بودی دوست داشتم ببینمت. اشتباه کردم؟ به تو چه پروانه؟ چرا اینطوری میکنی سو؟ برو کنار. اونا چیه؟ تو جبه چیه؟ جایزه است. جایزه چی؟ طلا پروانه. از اونجا گرفتی؟ تو چرا اینقدر سوال میکنی؟ مثل آدم که جواب نمیدی. مثل این که تا توضیح ندم ولم نمیکنی. نه صاحب اون رستوران. اونجا که رستوران نیست. وای داری دیوونم میکنی. اون کسی که میخواد اونجا رستوران بزنه بزرگترین رهبر ارکستر ترکیه است. تو با اون چی کار داری ها؟ میخواستم باهاش کلاس ویولون بگیرم، گفت نمیشه. چرا نمیتونه؟ پولشو میدی. شما مثل این که متوجه نمیشی این حرفا چیه؟ اون یه آدم بزرگیه، گفت نمیشه. من با اون صحبت میکنم به درس بده. چه اعتماد به نفسی داری؟ یه جورایی شغلامون به هم نزدیکه. خب یعنی همکاریم، من کاسبم اونم هنرمنده، یه جورایی به هم دیگه مربوط میشیم. من با اون حرف میزنم. پروانه اینقدر مزخرف نگو باشه. نه مثل اینکه خوبی به تو نیومده. منو ول کن، ولم کن. من از آدما بدم اومده، تنها امیدم این مرد بود که اونم منو اینطوری ناامید کرد. من برسونم. نه خیر. بابا برسونمت خونه؟ نمیشه. چرا؟ من دیگه سوار ماشینت نمیشم. یعنی چی؟ حالا همیشه سوار میشدی. اشتباه میکردم. مسخره بازی در نیار سو. پروانه من زندگیمو تغییر دادم. تو زندگی جدیدم کسی جایی نداره. ببخشید. آهنگ دلخواهی تو پیدا کن، زیباتر از تو نمیتونه پیدا کنه. با این شروع کنیم. این چیه؟ صفحه است. دارم میبینم. از کجا اومده؟ هدیه است. اون داده؟ اون کیه؟ اونی که تو دلشو بردی، همونو میگه. بله. خوبه، معلومه خوشت اومده. خب راستش خیلی خوشگله. ببینم دختر، تو دیوانه ای؟ اصلا نمی ترسی که یکی میاد خونتو اینو میذاره و میره؟ ها؟ بهتر از اینه بیان تو خونم کلافم کنن. من تو رو کلافه می کنم اصلی؟ بعضی وقتا. دختر چرا از من دوری می کنی؟ ها؟ بگو ببینم. وقتی بهت نزدیک میشم تو درد سر می افتم آتش. تو چه درد سری می افتی؟ ول کن آتش. نه حرف بزن. ببینم من چه مشکلی برات درست کردم. بگو دیگه. معلومه چند روزه میخوای یه چیزی بگی ولی نمیگی. هی این دست و اون دست میکنی. خب بگو میشنوم. سو چطوره؟ خوب نیست. با کسی هم حرف نمیزنه. آمریکا رفتنش هم کنسل شد. مامان بابا چی؟ بابام دیروز برگشت خونه. هی داره غر میزنه.
واسه چی؟ یه اتفاقایی که افتاده دیگه. من که رد شدم، وضعیت سوام که اینجوری. تنها کسی که دروغ میگه سوه. خب درسته، ولی پدر و مادر به راحتی این چیزا رو نمیفهمن. نه بابا بیچاره سو. تو خیلی خوشت اومده از این؟ یعنی منظورم اینه که اگه فکرت به هم ریخته با من حرف بزن. یه هدیه فکر منو به هم نمیرزه، مثل تو نیستم. چی؟ ببینم مگه من چطوریم؟ مگه من چجوری فکر میکنم؟ یکم این ور یکم اون ور. باشه بگذاریم. حالا واسه چی اومده بودی؟ اومدم تو رو ببینم. دیدی کافی بود؟ نه ولش کن. ببینم پیغام یه چیزی اومده، چون انگار به خودت اومدی. چه پیغامی اصلی؟ بیخیال بابا. راستی موتور رو گذاشتی تو باغچه؟ دختر تو میخوای چی کار کنی؟ حالت خوبه؟ میخوای از موتوری که اون عوضی برات گرفته استفاده کنی؟ از کجا معلوم عوضی باشه؟ از من رومانتیکه که این کارا رو کرده. دختر تو چی داری میگی؟ آخه اون چیش رومانتیکه؟ ها چیش رومانتیکه؟ منو خوب میشناسه، حداقل میدونه چی دوست دارم چی ندارم. عمرن اگه حتی یه ذره هم تو رو شناخته باشه. میخوای بگی منو بشناسه فرار میکنه؟ یعنی من لایق دوست داشتن نیستم؟ اینو نگفتم. ولی من از حرفات اینو فهمیدم. با امیدم که رفتم بیرون همینا رو بهم میگفت. مگه من چه ایرادی دارم که نباید دوستم داشته باشن آتش؟ نه. کسی دوست پسر من نمیشه. کسی عاشق من نمیشه. مگه چه ایرادی دارم که باید تنها باشم ها؟ آتش وایسا، کجا میری؟ الو مرد، امید اونجاست؟ خدایی با این هدیهی که دادم باید هم حسودی کنم. بفرمایید. نیکولا، آدرسو برات میفرستم، برای من یه پیده داغ بفرست. انتهای کوچه توی کنج یه خونه سفیده، برام بیارتش اونجا. به کارگرت بگو تا سرد نشده بیاره اینجا. باشه باش. بیچاره از صبح دویده، یکم بخوره جون بگیره خوشحال بشه. با من بودی؟ نه به تولا تو قطع کن. آدرسو میفرستم. نه 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 وایسا روش یه نوشتم بذار. چی بنویسم؟ بنویس قلب بکش. قلب بکشم؟ یه چیزی ازت بپرسم. تو میتونی پیده رو به شکل قلب درست کنی؟ سعی میکنم آقای اوزای. تلاش تو بکن اگه میتونی، کارت میگیره. خوبم میفروشی، اون وقت اسمش هم میذاری پیده اوزای. اوستا یه پیده شبیه قلب درست کن. چشم. تو چرا اینقدر گیر دادی به کار این رستوران ها؟ ببینم من برگشتم خونه، این فوریالی ندیدی چی کار کرد؟ بزنت حسودی میکنی نه؟ امروز تو بیمارستان دیدم چجوری نگاش میکردی. چرت نگو، فقط میخوام تو خونه آرامش باشه. زیاده؟ از این اتفاقا میفته عزیزم. ممکنه آدم بعد از سالها دوباره عاشق زنش بشه. خب اگه همچین چیزی بود به اولین نفری که میگی من باشم. خب دیوونه نشو. ستاره خوش اومدی. گزیده، 5 دقیقه وقت داری. خیلی فکرم به هم ریخته است. آره عزیزم بیا تو. گفتم قبل از اینکه برم خونه یه سر بیام اینجا آروم شم. چی شده؟ داشتی ورزش میکردی؟ مزاحم که نشدم؟ نه تموم کردم. چی شده ستاره؟ ابران روز اول حالتونو گرفاره؟ قهوه برات بیارم؟ نه نه نمیخواد قهوه درست کنی.
فقط 2 دقیقه بشین با هم حرف بزنیم. تو انگار خیلی پریشونی. گزیده، یه خواهشی ازت دارم. وقتی در مورد من چیزی به فاریالی میگه یکم در موردش فکر کن. منظورت چیه؟ یعنی من کار اشتباهی کردم؟ نه، خب لزومی نداره چیزی رو که همه میدونن از اون پنهان کنیم. ولی رابطه من با فاریالی یکم عجیبه. خب یه چیزی مثل یه زخم کهنه. چجوری بگم؟ میدونی وقتی دندونت درد میکنه زبونتو میکشی روش، دردش آروم میشه. اینم همون جوریه. ستاره، ببینم شما هنوز نسبت به هم حسی داری؟ یعنی میدونم که متأهلی و همسر و بچه داری اونجای خودش، ولی خب دل دیگه. ای وای، بچه ها دیگه الان میرسن، باید غذا حاضر کنم. چیزی که گفتم رو فراموش نکن. میبینی که ابران نمیخواد رستوران باز بشه. هر کاری که میکنیم نباید دستش بهونه بدیم، نذاریم پول بگیره. باشه؟ تو اصلا نگران نباش عزیزم، نگران نباش. ممنونم، میبینمت عزیزم. دوست داشتن یه طرف، دوست داشته شدنم یه طرف. ابران جون، تو هم کارت خیلی سخته. آها، اینم جو. حال کردی؟ غذا خوریم دوباره بازی میکنی. پسر چی میگی؟ اگه بازی دیگه بلدی اونو بگو. خدا اونو بازی خودت میکنی. سب بده به من، سب بده. اصلا خودتو اذیت نکن، هرچی دوست داری بازی بیا. کن. وای، شاهزاده آتش آمد. پاشو باید حرف بزنیم. گفتم پاشو پاشو. چی شده؟ چرا اینطوری هستی؟ ببینم پسر، تو احمقی؟ آره؟ چرا برای اصلی هدیه میفرستی؟ کدوم هدیه؟ واسه من خودتو به اون را نزن، کلامو میره تو همه. پسر چی میگی؟ چی شده؟ بچه ببین، برای اصلی هدیه مدیه هیچی نمیفرستی، فهمیدی؟ بفرستم چی میشه؟ شورشو در نیارین دیگه. وایسا ببینم اگه من چی کار کردم. تو با چه روی داری این حرفو به من میزنی؟ تو چه کاره اصلی هستی؟ من دوستشم. خب فرض کن منم عاشق اصلی هستم. پسر هنقدر چرت و پرت نگو، حواست باشه چی میگی. کجا چرت و پرته؟ بچا جفتتون داریم مزخرف میگین. نه تو عاشق عزیزم، نه تو. تو یه دقیقه هیچی نگو، من از اصلی خوشم میاد. یه عوضی بهت میگم دهنتو ببند، هنقدر چرت و پرت نگو. مثل اینکه نمیشنوید چی میگم آتش. حتما نمیخوام بشنفم که میگم امید. برای چی؟ ببین چی میگم، این کاروانو، این شهر رو ول کنین و بذارین برین استانبول، فهمیدین ها؟ باز حرف بزن ببینم، تو عاشق اصلی هستی؟ آره؟ درست حرف بزن، درست حرف بزن. آتش حرف دیگه نداری؟ گفتنی ها رو گفتم. تو چیزی نگفتی ولی ما فهمیدیم.
تو واسه اصلی چه هدیه گرفتی؟ کدوم هدیه بابا؟ من هیچی نگرفتم. پس چرا اینا رو بهش نگفتی؟ داداش، گرفتن نگرفتن من یه طرف، این چرا اینجوری میکنه؟ تو هم حق داری، ولی تو وضعیت نرمال اینجوری که معلومه آتش یه حسایی به اصلی داره. آها، فردا مرخص میشه؟ خیلی خوشحال شدم. باشه، من فردا بهش سر میزنم. خداحافظ. کی بود؟ چه خبره؟ انگوری فردا از بیمارستان مرخص میشه. تو با کی حرف میزدی؟ ستاره، ببین یه کاری نکن اون هتل رو منفجر کنم. و بهت گفته باشم فردا رستوران رو باز میکنم. به خاطر انگوری میخوام دور هم شام بخوریم. تو هم اگر شوهر منی دستم رو میگیری و میای. چیز دیگه ای هم هست؟ نه. نبایدم باشه. قرار نیست زن بودن و مادر بودن و اخلاق و از تو یاد بگیرم. متوجه شدی؟ حواست باشه اورن. ای بابا، هر چی میگم یه چیزی میگی. حوصله ندارم. چرا تلفناتو جواب نمیدی؟ چی شده؟ بپر تو ماشین، کار داری. میخوایم سورو خوشحال کنیم. من درمان سورو پیدا کردم. چی کار کردی؟ جنکو کشتی گذاشتی تو گونی؟ دوتا منجاقم گذاشتم رو چشمش که دوست داشته باشی. سوار شو دیگه، دست به دست هم بدی. تو چه دنیایی داری داداش؟ واسه رضای خدا. ای بابا. سلام علیکم. شماها کی هستین؟ من پروانه. منم آتشم. سینمایی یا سریالی؟ چی؟ پروانه، آتش، اسم فیلم چیه؟ نفهمیدم. چیزی نیست، اسم من آتش، اسم دوستم من پروانه است. آها، متوجه نشدم. خب حالا بگذاریم. چیه؟ چی میخوای؟ ما اومدیم کمکتون کنیم. زود باش، شروع کن. نه، ممنون، دست نزنید. به هیچی دست نزنید. تنهایی است پس این همه کار بر نمیای. از کجا میدونی؟ معلومه که اصلا از ساخت و ساز سر در نمیاری. باید حساب شده شروع کرد. اول که از کف شروع نمیکنن. بعدش هم ابزار لازمم نداری. راستی نمیدونم چقدر بودرومو میشناسی، ولی اینجا بارون، نم، رطوبت خیلی زیاده. باید جلوی نمو بگیری. تازه اونجا رو ببینم، لوله های آب. اگه حواست به این لوله های آب نباشه، سه ما دیگه باید از اول اینجا رو بکوبی، دوباره همه رو از نو بسازی. و دیگه اینکه بین سالن و ورودی ارتفاعی نیست، باید اونجا هم بتون بریزی. بازم بشماره. ضمناً اینم اشتباهی دستتون گرفتین، لطفاً مراقب باشین که جایتون رو نبره. شما کی هستین؟ تأسیساتی هستین؟ میشه گفت یه جورایی. تو چی؟ منم یه جورایی. برید، پول مولی در کار نیست. استاد، ما که از شما پول نخواستیم. منو مسخره کردین؟ یا حالتون خوب نیست؟ چیزه، یعنی پروانه؟ شما بازرس ساختمون‌سازی هستین؟ شما مجانی کار میکنین؟ اینجا چه خبره؟ ها؟ معلومه که ما یه تقاضایی داریم. من فرار کردم اومدم اینجا که کسی چیزی از من نخواد. من اینجا رو دو روزه درستش میکنم. وسایلم با خودم، پولم نمیخوام. دو روزه پسر؟ وسایل از تو؟ آره. یه دقیقه صبر کنید، به پلیس زنگ میزنم. برای چی؟ چون میخوایم بدون پول کار کنیم؟ داداشم، داداش خوشگلم، چی میخواین؟ واضح حرفتون رو بزنین. خب ما این کارا رو انجام میدیم، شما هم در قبالش به یه نفر ویالون درس بدین، چطوره؟ ویالون. شما را اون دختر قد بلنده فرستاده؟ اون دختر خواهر منه.
عجب دختر نفهمیه ها. اون خبر نداره که ما اومدیم اینجا. ما خودمون اومدیم. نارو منم باور کردم. اما دختر جسوریه. خیلی جسوره. استاد خدا شاهده دروغ نمیگیم. اون اصلا خبر نداره. اون ناراحت نشسته تو خونه. قرار بود بره آمریکا کالج موسیقی ولی لحظه آخر نتونست. بعد از اونم از دوست پسرش جدا شد. آرزوش اینه که بتونه ویالون بزنه. تنها کسی هم که میتونه کمکش کنه روبروی ما ایستاده، یعنی شما. خب یه چیزی بگین دیگه استاد. اهل بودروم منو خوب میشناسم، میدونم من کیم. یه کاری میکنم اینجا صبح تا شب پر مشتری بشه، بعدشم پیتزا فروشی واسه اینجا فکر خیلی خوبیه. پیتزاست دیگه، همه میخورن. چی میگی تو؟ بودروم پیتزا خیلی عالیه، درسته پسر؟ همه دوست دارم بخورن. آره. نمیخوام، برین بیرون. برید بیرون ببینم، خیلی کار دارم. ای بابا. آخه استاد نمیدونم شما چقدر سورو میشناسی ولی من یه روزی ویالونشو شکستم. راستش گاو از روش رد شد ولی من مقصر بودم. گفتم کمانو بردارین، کسی بر نداشت. الان بحثمون نیست که کی مقصر بوده. خلاصه بگذاریم، ویالون شکست، دخترم خیلی ناراحت شد. استاد اینا یه زمانی خیلی ثروتمند بودم ولی خب سوب مثل دخترای پولدار نیست. بیارش اینجا، بشین باش درد و دل کن، قشنگ میشنه گوش میکنه، مشکلتو حل میکنه، خیلی عاقله، خیلی هم خوشگل ویالون میزنه. حتی چند روز پیش تو قلعه زد. قلعه رو که میشناسین استاد نه؟ آره حتما میشناسین، همه اونجا رو میشناسن. خلاصه اونجا زد، نمیدونین چقدر خوشگل میزد، چقدر خوشگل ویالون میزد. خیلی خب بسته ساکت شو. اون همه کلاس برگزار کردم ولی تا حالا اینقدر حرفای کسل کننده نشنیده بودم. استاد کجای حرفم کسل کننده بود؟ پسر تو عاشق این دختری آره؟ نه این که نه. باشه، دو روزه بعد اینجا تموم بشه، بعد من ویالون زدنش رو میشنوم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. دو روزه اینجا رو تموم میکنیم. همه وسایل از من، همش با خودم، همش. نمیخواد وسایل هست. وای 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 بیا. چی شد پسر؟ چی شد؟ قبول کرد، قبول کرد، گفت قبول میکنم. چی میگی پسر؟ چقدر خوب. به من میگم پروانه، من همه کار میکنم پسر، همه کار. خب تعمیراتو چی کار کنیم حالا؟ یه کارش میکنی. چی کار میتونیم بکنیم آخه؟ الان یه چیزی بهت میگم. اونم الان باید فکرشو بکنم دونه دونه. بده بریم. همشو که با هم نمیشه. اونا چیه؟ وسایل قدیمی. میخوای بندازیشون دور؟ بله. بعدم پشیمون نشی؟ پشیمون نمیشم. خودت میدونی. تو کجا میری؟ میخوام بخوابم دخترم. به این زودی؟ یکم سرم درد میکنه. نمیخوای پیش بابا باشی، به خاطر اونه. هیزومه؟ آره هیزومه. میخوام شومینا رو روشن کنم، هوایی کم سرد شده. مگه کار میکنه؟ برقه که نیست، هیزوم میریزی توش روشن میشه دیگه. آه. اونا چیه دستت ببینم؟ آشغال. چه جور آشغالیه؟ بیار اینجا ببینم. بیار بابا، آشغاله دیگه. سو بیا اینجا ببینم. همینقدر بود نه؟ یعنی همه چی تموم شد؟ اینو تو خریده بودی درسته؟ آره. وقتی یه دروغی گفته میشه، نه فقط آدم ها،
حتی باورم نمیشه که طبیعت چجوری این دروغو تحمل میکنه. دروغ همه چیو نابود میکنه، حتی طبیعتو. با دروغ درختو از ریشه کنده میشن و توی یه لحظه به خاکستر تبدیل میشن. همه یه شیشه ها میشکنن، همه چی نابود میشه. حتی ستاره ها از آسمان میریزن و به هزاران ذره تبدیل میشن. الان روح منم اینطوریه. اینو خونده بودی؟ خونده. دروغ نگو. تو برای اینکه دخترها رو تحت تاثیر بذاری الکی میگی اینا رو خوندی. اگه واقعا خونده بودی، نه در حق من نه دخترای دیگه همچین کاری نمیکردی. سو لطفاً بذار برای آخرین بار حرف بزنیم، خواهش میکنم. اینم با هم از کادیکوی خریده بودیم، یادته؟ آره. کسی که اولین دروغو میگه دوباره تکرارش میکنه. سو ساکت شو جنگ، حداقل یه بار رو راست باش. کاشکی بعد از اولین دروغی که به من گفته بودی ولت کرده بودم. تموم شد. آره، وارد جاده شدم. آره، الان دیدم. خداحافظ. پسر، اینجا آخر دنیاست که ما اینجا چی کار داریم؟ مثل فیلم‌های جیمز ماند. چراغا رو خاموش کن، خاموش کن، زود باش. وای داداش، وای وای. مسائل ساختمونی رو باید از اینجا برداریم. از اینجا برداریم؟ یعنی بدوزیم؟ آره؟ نه عزیزم، دوزی نیست. پس چیه پروانه؟ میدونی اینجا مال کیه؟ مال جاهد و گنچ. واقعا همه گه اینجا برای اوناست؟ بله که مال اوناست. ضرری که بهمون زدن هنوز جبران نشده. هتل رو بستن، پلاژ رو بستن. اونا خیلی عوضیه. نه پسر، نه، ما نمیتونیم وسایل مردم رو همینجوری بریم و برداریم. پس چیزایی که میخواییم برداریم آشغالای اوناست، واسه اونا خورده وسایل به حساب میاد. بعدش هم میخواییم با این کار سور رو خوشحال کنیم. نمیشه پسر، نمیشه اصلا. خودت میدونی، ولی من انجامش میدم، مشکلی نیست. ببینم تو تنهایی میخوایی چی کار کنی؟ من به استاد سو قول دادم. خب میگم چیزه، اصلا یه کار دیگه میکنیم. این مغازه های خورده فروشی هست، نمیشه ازشون خواهش کنیم که قسطی بهمون بفروشن؟ آتش، مثل این که در جریان نیستی. ما تو بودروم به همه بدهکاریم، وضعیت هتلم که معلوم نیست. دیگه رو ندارم از کسی قسطی بگیرم. ای توف تو این شانس، توف تو این شانس. اگه اینجا هم بدقول بشیم دیگه اصلا به سو آموزش نمیده. خیلی خوب دوست من، حالا نقشه چی هست؟ نقشه اینه که فردا نصف شب میایم اینجا، آسلیو میذاریم پایین، خودمونم میریم بالا اونجا. آسلی نگهبانی بده؟ آره باید نگهبانی بده. تنها راه ورود همینجاست. هر ماشینی میخواد از اینجا رد بشه، آسلی به ما خبر میده و فرار میکنه. پسر تو مطمئنی؟ اگه یه وقت بگیرنمون چی؟ دوست عزیز. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه. فقط سو نباید بفهمه، باشه؟ ولی میدونم که حرف تو دهنه تو نمیتونه بمونه. همه این مشکلاتو من حل میکنم، بازم باید حرف بشنوم. من که چیز بدی نمیگم پسر، چون دوستت داریم میخوایم اشتباهاتتو درست کنیم. خیلی خوب؟ ها؟
همش میترسم پدرت ما رو با هم ببینه و همه چی لو بره. خیلی دوست دارم برم همه چی رو بهش بگم. بگم که ببین بابا مصطفی، من دخترتو دوست دارم، ولی میدونی چجوری دوست دارم؟ بیشتر از اونی که تو رو دوست دارم دوست دارم، بیشتر از اونی که فکرشو بکنی، بیشتر از هر کسی دوستش دارم. حتی از مادرم که مرده، از کسایی که از دست دادم، چه میدونم، حتی از خودم هم بیشتر دوستش دارم. میشه همچین چیزایی رو گفت؟ آره میشه. مگه میشه نگفت؟ خجالت میکشی؟ حق داری عشقم، ولی اگه من نتونم به اون بگم، پس به کی باید بگم؟ اون منو درک میکنه، میفهمه. نمیتونم دروغ بگم. خوشحال میشه؟ آره که میشه، چرا نشه؟ تنها کسی که واقعا دوستمون داره چرا نباید از عشق من و تو خوشحال بشه؟ ولی تو فکرتو درگیر این چیزا نکن. فردا میبینمت، یادت نره ها، همون جای همیشگی، ساعت 6. راستی یادت بهم گفتی بعد از رفتنت موام بوی تو رو میده؟ گفتی یواشکی بو میکنی و با خودت میخندی. منم همینطورم، منم همینطورم. هر شی چوب گزلگی درکن تاکلایا گلمک وار بو حیاتتا. Dost bildiklerin tarafından sırttan